همزمان با ادامه تظاهرات مخالفان دولت لبنان و بعد از ساعت‌ها رایزنی حسن دیاب نخست وزیر لبنان شد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان از آقای دیاب خواست که دولت جدید تشکیل دهد. حسن دیاب توانست حمایت اکثر نمایندگان پارلمان لبنان را که در دست حزب الله و متحدان آن است کسب کند. نفیس کوهنورد همکارم با ماست در این باره. نفیس، چی میدونیم از آقای حسن دیاب؟ پریزاد، آقای حسن دیاب یه شخصیت کمتر شناخته شده ایه. گرچه اسمش قبلا شنیده شده، اما در این چند مدت اخیر چون استاد دانشگاه بود خیلی کمتر ازش یاد میشد. در دانشگاه لیدز بریتانیا درس خونده و دکترای مهندسی کامپیوتر داره. همچنان در دانشگاه لبنان در دانشگاه بیروت تدریس میکرد و در سال 2011 وقتی که با خروج اعضای حزب الله و جنبش عمل از کابینه سعد حریری این دولت از عملا سقوط کرد و بعدش به دولت به رهبری نجیب میقاتی تشکیل شد، آقای دیاب به عنوان وزیر آموزش و پرورش در اونجا حضور داشت و از همون موقع هم به نوعی حمایت حزب الله رو داشت با اینکه سنی هست و الان هم با رأی جنبش عمل حزب الله و مسیحیان همپیمان با میشل اون عملا بر سر کار اومد و در مقابلش نواف سلام بود که میگفتن نامزد محبوب آمریکاست و در سابقش قاضی سابق دادگاه لاهه بود. اما به هر حال چون آقای حریری در این نشست هیچ نامزدی رو معرفی نکرد، نیروهای قوات لبنان یا نیروهای لبنانی اونها هم مسیحای مخالف حزب الله اونها هم هیچ کسی رو معرفی نکردن، عملا گود افتاد دست حزب الله و طرفدارانش و آقای دیاب رو انتخاب کردن. اون وقت الان در حالی آقای دیاب نخست وزیر شده که لبنان شاهد اعتراضاته و اعتراضاتی که پایانی هم به نظر نمیاد داشته باشه، حالا چالش های پیش روی نخست وزیر تازه چیه؟ این کشور الان با یکی از بزرگترین، یعنی میشه گفت بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ داخلی مواجهه. پول رایج در لبنان لیر لبنانی و دلاره و شما میتونید از دلار رو در زندگی روزانه‌تون استفاده بکنید الان، اما الان به خاطر قرض زیاد بانک‌ها و وضعیت بحرانی که اقتصاد لبنان داره، بانک‌ها به شدت محدود کردن. شما نمیتونید بیشتر از 200 دلار در هفته حتی پول بیرون بکشید. شاید بعضی از بانک‌ها یک مقدار بیشتر بدن، ولی خیلی محدودش کردن و این هم باعث خیلی از اعتراضات شده. از طرف دیگه هر کسی سر کار بیاد باید از طرف کشورهای خلیج فارس، از طرف بانک جهانی، از آمریکا کمک مالی بگیره بتونه سرپا وایسه. برای همین هم نگاه‌ها الان بر اینه که کسی که نزدیک حزب الله شاید خیلی موفقیتی در این راه نداشته باشه، علاوه بر این که به هر حال همونطور که اشاره کردی کسانی که در خیابون هستن فرد جدیدی رو میخواستن که هیچ وابستگی نداشته باشه. گرچه همین الان آقای دیاب گفت که حتما همه رو نمایندگی خواهد کرد، اما بعیده که به این راحتی باشه چنین چیزی.